سرم خاک کف پای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است، دلم مجنون صحرای حسین است. قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا، قبره فی قلوب من والا. بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت در زانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسین است. بسم الله الرحمن الرحیم. واقعه جانسوز دو طفلان موسی بن عقیل رو بیان می کردیم و اینکه غلام حارث و پسرش حاضر نشدن اون دو طفل رو بکشن، وقتی که فهمیدن این دو طفل از دودمان پیامبرن، از خاندان پیامبرن، روی دست و پای اون دو طفل افتادن و از اونها عذرخواهی کردن، شمشیر رو به کناری انداختن و فرار کردن. خود حارث لعنت الله علیه گفت کسی جز من اونها رو نکشه و آماده قتل اونها شد. وقتی که این دو کودک نحیف یک سال در زندان عبیدالله ابن زیاد بودن، یک سال روزه بودن روزها و شبها، افطار اونها تنها دو قرص نان و یک کوزه آب بود. وقتی که اینها نگاهشون به شمشیر حارث افتاد، اشکهاشون جاری شد. گفتن ای مرد، ما رو ببر تو بازار بفروش و مخواه که روز قیامت پیامبر دشمن تو باشه. قبول نکرد. گفتن خیشی ما رو با پیامبر نادیده میگیری. گفت شما با پیامبر خیشی نداری. گفتن ما رو نزد عبیدالله ببر، خودش درباره ما حکم کنه. گفت نه، باید با ریختن خون شما خودم رو با عبیدالله نزدیک کنم. گفتن ای مرد، به کودکی ما رحم کن. گفت خدا در دل من رحمی نیافریده. بعد که مأیوس شدن و دیدن این شخص قسی القلب و خبیث مصمم به کشتن اونهاست، گفتن بگذار ما چند رکعت نماز بخوانیم. اون دو کودک مظلوم مسلم بن عقیل مشغول خواندن نماز شدن، چشماشون رو به آسمان گشودن و فریاد برآوردن که یا حی و یا حکیم، یا احکم الحاکمین، میان ما و او به حق حکم کن. حارث ملعون برخاست و با کمال قساوت و بیرحمی اول سر برادر بزرگتر رو از تن جدا کرد، سر او رو در پارچه گذاشت، برادر کوچکتر خودش رو در خون برادر بزرگتر غلطان و گفت میخواهم رسول خدا رو ملاقات کنم در حالی که آغشته به خون برادرم هستم. اون مرد خبیث و بیره گفت مانعی ندارد، تو را هم به او ملحق میکنم. و با کمال قساوت و بیرحمی سر این طفل رو هم از بدنش جدا کرد. یا حسین و یا حسین و یا حسین و یا حسین، یا حسین و یا حسین و یا حسین و یا حسین. آرزوم به وقت مرگ جای کفن به دار من، پیروهن عزای تو برام بشه مثل کفن، روی سنگ قبر من نوشته شه به خطش، این حسینی بوده و اسیر بانوی دمش. یا حسین یا حسین یا حسین، روحی فداک. یا حسین یا حسین
یا حسین روحی. بدن اون دو بزرگوار رو در آب فرات انداخت و سر اون دو تا رو نزد ابن زیاد برد. نوشتن ابن زیاد لعنت الله علیه بر تخت نشسته بود و عصای خیزرانی به دست داشت. سرها رو جلوی ابن زیاد گذاشت. ابن زیاد با اون قساوت و بیرحمی و خباستش تا نگاهش به سرهای این دو طفل افتاد، سه بار بلند شد و نشست و گفت وای بر تو، کجا اونها رو پیدا کردی؟ گفت پیرزنی از خیشان من اونها رو مهمان کرده بود. ابن زیاد گفت از مهمان این گونه پذیرایی کردی؟ بعد از او پرسید به هنگام کشته شدن با تو چه گفتن؟ اون مرد تمامی جریان رو برای ابن زیاد بازگو کرد که اونها وقت شهادتشون قبل از اینکه اونها رو به شهادت برسانم این گونه دعا کردن. ابن زیاد پرسید چرا اونها رو زنده نیاوردی تا به تو 4000 درهم جایزه بدم؟ گفت دلم راه نداد، برای اینکه با خون اونها، جز اینکه با خون اونها خودم رو به تو نزدیک کنم. ابن زیاد گفت آخرین حرفشون چه بود؟ گفت دست ها رو به آسمان بلند کردن و گفتن یا حی و یا حکیم، یا احکم الحاکمین، میان ما و او به حق حکم کن. ابن زیاد گفت خدا در میان تو و آن دو کودک به حق حکم کرد. پس رو به حاضران مجلس کرد و گفت چه کسی است که این نابکار رو به درک واصل کنه؟ یک مرد شامی بلند شد و گفت من حاضرم. عبیدالله دستور داد او را همون جایی ببر که این دو کودک رو به شهادت رسان و همون جا گردنش رو بزن و نگذار خون او با اونها آمیخته بشه و سرش رو نزد من بیار. مرد شامی هم طبق دستور این ملعون و پلید رو کنار فرات برد و همونجا سر از بدنش جدا کرد و برای ابن زیاد فرستاد و این خبیث خیلی زود به دعای اون دو طفل گرفتار شد و نتیجه جنایتش رو در دنیا دید. نوشتن که سرش رو بر نیزه کردن، سر حارس ملعون رو، و در کوچه ها می گرداندن و کودکان به اون سنگ و تیر پرتاب می کردن و می گفتن این از کشنده اطرت رسول خدا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.